هی واتس اپ، منم پی ایکس پی پای. خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب لالا پاشاتون. اینجا مدیا اتحاد تمام فارسی زبان‌های دنیاست. منو ببخشید که یه ذره گاف میدم و چشام قرمزه، این به دلیل ویدیو قبلی که بود ساختم و خیلی اعصابم ریخ به هم به خاطر یه سری مسائل، مثلا خرید و فروش دختر که توی یه سری از تایفای توی کشور افغانستان بود و اون ویدیو قبلی رو اگه دوست داشتید ببینید و مطمئنم که اشکتون واقعا در میاره. من که دیگه واقعا چشام کاسه خون شد بس که گریه کردم. حالا تو این ویدیو ترنی داریم از آقا، از خانم فریده، بذارید یه لحظه، فریده ترانه و شهرام فرشید به اسم سکس گروهی. او 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 این نمیدونم دیگه چجور ترانه ایه، این واقعا نمیدونم چجور ترانه ایه. حالا خیلی دوستم کنچکاوم بشنم اینم این ترانه چجور ترانه ای. قبل اینکه این ترانه رو بشنید لطفا کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا هم منو فالو کنید. بریم ببینیم که این ترانه سکس گروهی چیه. Are you ready؟ آه مهسا امینی، مهسا امینی رو ورد بودن توی کاور با کاور زن زندگی آزادی. مهسا امینی هم که داستانش رو میدونی، همین چند الان اتفاقا سالگردش همین چند روز پیشا بود، 25 شهریور بود. او چقدر جالبه، همزبانهای ما پس اینجور یک طرفه نیست دل ما. مثلا ما که همه دوست داریم افغانستانی ها، پس افغانستانی هم نسبت به زنان کشور ما حساسن، روشون احساسشون میدن. احسنت. شهرام فرشید اند سلطان، شهرام فرشید کامپوس اند موزیک. او پس آقای شهرام فرشید همه کارم کرده، هم شعر خونده هم انگار شعر نوشته، کامپوز کرده، کارگردانی تهیه کنندگی هم کرده، او آهنگسازی تنظیم کردن همه کار کرده. این دست و این ایستاد دست دادن به خاطر آقای شهرام فرشید عزیز که این همه هنرمنده. احسن، براو بچه ها. لینک کانال این ترنه هستی هم میزن، حتما برید توی کانال سابسکرایبش هم کنید. بریم دارم داری به کجا می روی ای مرد مسلمان. من بچه ها واقعا عاشق این خواننده هایی هستم که درد مردم رو می دونن و از شهرتشون، از ثروتشون در راه ترانه های مثلا الکی به کار نمیرن، یه ترانه میان میخونن که درد مردم رو بگن، کسایی که مثلا صداشون رو دوست دارن بیان ببینن درد مردم رو از اون اینا بشنون. وقتی که چنین مسخ خرافاتی و هزیان، طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ ناسا داره فضاپیماشو میفرسته روی ماه، اون وقت ما درگیر اینیم که با پای راست اول بریم تو دستشویی یا با پای چپ بریم. این تفاوت ما کشورم، با اینکه ما بیشینه قدیمی تر داریم. ببینید ما دیگه واقعا کجاییم، جان کجاست و ما کجا. انسان به فضا رفت، تو در خشتک و تنبان. برافو، دقیقا همون حرفی رو که من زدم، ناسا اینو اونجا، ما هنوز توی خشت تنبان. گریه داره بچه ها، این خنده منو میبینید داره از روی عصبانیت و روی گریه میاد. این خنده من، به کجا داریم میریم؟ دارید با دین خون ما رو میمکین شما. همه پیشرفت کردن، ما داریم پسرفت میکنیم. اگه دین اینه که ما هنوز درگیر خشت تنبان باشیم، با پای چپ بریم با پای راست بریم، من کافرترین آدم کافرم. یک بار اینو محض خدا گوش به من کن، از عقل کمک گیر و کمی فکر بزن کن. از عقل کمک گیر، بعضی ها اینقدر تعصب دارن روی دین، آقا عقلشون بهشون اجازه نمیده که برن تحقیق کنن ببینن آقا چی درسته چی غلطه. توی قرن 21 هنوز درگیر اینیم که تار یه موی دختر اومده بیرون.
شما اون تشنه ها، اون گرسنه ها رو که توی مناطق محروم افتادن آب واسه خوردن ندارن، خانوماشون بهداشت ندارن، یک دستشویی ندارن، شما اینا رو نمیبینید؟ یه تار موی زن که اومده بیرون شما اینو میبینید؟ این جبر حجاب و چادری صحبت مفت است، مونا همه از روی سیاست به تو گفته. این جبر حجاب و چادری صحبت مفت است، ملا همه از روی سیاست به تو گفته است. تفسیر یه معنیش که دیگه واقعا واضحه، دیگه واقعا واضحه، همه هم موافق این قضیه هستن و توی که نمیخوای بفهمی که این واقعیت داره، نمیخوای عقلتو به کار بگیری، لطفا همین الان منو سابسکرایب کن، آن سابسکرایب کن، منو دیگه دنبال نکن. اینجا مدیای اتحاد تمامی فارسی زبان هاست، جز این تو اندیشه داری لطفا لطفا منو دنبال نکن. اگر به فکر این هستی که همسایت تشنه است یا گرسنه و بهش کمک میکنی، اون موقع منو دنبال کن. اگر حال همسایت واسط مهم نیست، منو دنبال نکن. در مذهبشان مرد که در امن و امان است، زن بچه بیار و حفره لذتشان است. دیدید که توی دین همش حرف از مرد، بچه ها مرد نیکی کن تو اون دنیا حوری داری، مرد ثواب کن اون دنیا شراب داری، یک گوشه حرف از زن نیومده. زن تکلیفش چیست؟ بچه ها با عقل فکر کنین، فکر کنین، این عقل بی صاحب شما بگیرید به کار. یک مرد مجاز است جا زن بگیرد، این سکس گروهیست یا قتل زنانه؟ این سکس گروهیست، واقعا داره درست میگه، واقعا داره درست میگه. یک مرد مجاز است 4 زن بگیرد، این واقعا سکس گروهیه. چرا زن مجاز نیست؟ این همش از روی خواستهای مرده، میدونستن مردها قدرت دارن، حرف مرده، اومدن آقا وعده دادن آقا مرد تو 4 تا زن بگیر، میتونی فلان کنی، میتونی چلان کنی. یا قیمت نان است یک آب فقط در پای اندام زن. اصلا براو براو، تشکر میکنم از خانم ترانه، فریده ترانه عزیز، که با صدای زیباش این ترانه رو خوند و غیرت خودش رو نسبت به بانوان هم جنس خودش گفت و حمایت کرده. اصلا براو، من دستش همینجا میبوسم. اندر کف یک صورت و یک سینه مرانم، هی منتظر باد نشستن که شو. اندر کف یک صورت و یک سینه و رانند، هی منتظر باد نشسته است که شاید، احتمالا که شاید بادی بزنه ای دامن بره بالا و ببینن دیگه. بالا ببرد رو کند آنچه پی آب نهاده. این واقعا نهایت خفته، یه مرد منتظر باد باشه دامن دختر بره بالا نگاه کنه، این خدا لعنتت کنه. بالا ببرد رود رو کند آنچه پی آنند، ابلیس زمانند. اصلا براو براو که با این موسیقی مدرن حرف دل درد جامعه رو زد. خواننده باید همینجوری باشه. بچه‌ها خواننده ها کیا هستن؟ خواننده ای که الان معروفه کیه؟ خواننده ای که همین ما مردم عادی
اینا رو دنبال کردیم، فالووراشون، سابسکرایبرشون رفت بالا، طرفداراشون رفت بالا و اینا مدیون ما هن. وقت و وظیفه‌شون اینه، وظیفه‌شون اینه که وقتی ما طرفدارشونیم، توی محدودیت زندگی میکنیم، توی گرفتاری زندگی میکنیم، اونا هم وظیفه‌شون پشت ما رو بگیرن. و اینا خواننده هایی هستن که قلبا محبوبن، واقعا شایسته معروفیت رو دارن، محبوبیت دارن. احسنت به این خانم. چقدر قشنگم داره گیتار الکترونیکی رو می نوازه و خیلی تشکر دارم از کسایی که این موزیک ویدیو رو تدارک دیدن و حالا به نظرم یه قسمتی از زنان جامعه، اون تصویری از گرفتاری هایی که سختیده هایی که واسه زنان گرفته میشه رو اینجا به نمایش میگذارم. بریم ببینیم. این بچه ها ماها بد باشیم، ماها پدر مادرها بد باشیم، بچه یاد میگیره. ما چش چرونی کنیم جز خانم خودمون زن دیگه ای رو نگاه کنیم، بچه ما یاد میگیره. ما نگاه کنیم دیگری یاد میگیره. اول ما باید از خودمون شروع کنیم، اصلاح کردن رو در خودمون شروع کنیم، خودمون رو تربیت کنیم، ادب کنیم، بعد از دیگران توقع داشته باشیم. دیگران هم از ما درس میگیرن. اونم که اون آقا رو میبینید که به این دختر بچه ها یاد میدن. بچه ها نمیدونم شما هم شنیدید یا نه، چه اتفاقای فجیعی داره میفته. توی کلاس درس قرآن قاری قرآن تجاوز کرد به شاگردای خودش. این اتفاقا رو نمیدونم شما میبینید میشنوید، ببینید ما به کجا داریم میریم. بچه ها عقلتون رو به کار بگیرید. ترنه قبلی هم که ریاکشن کردم راجع به همین قضیه است، اونم حتما برید ببینید. با این یه توی نقطه مشترکم. حالا یه ذره بریم جلوتر که خواننده میخواد بخونه. ما بین زنان و قلم و مکتب و فرهنگ دیوار کشیدن، دیوار کشیدن. گفت که با اسم خدا صد رگ گردن بریدن، بر جان جوانان وطن مرگ دمیدن. ما بین زنان و قلم و مکتب و فرهنگ دیوار کشیدن، دیوار کشیدند. هر واژش یه درده، هر واژش یکی باید یه جو بزنی توی سر خودت بگی ما کجا رفتیم. با حکم حجاب زن و اعدام رسیدن، با برقع بدار تن زن تار دنیدن. دوستان عزیز ببخشید، ویدیوی قبلی هم همین اتفاق افتاد دیگه، من تحملش نتونستم کنم، ویدیو رو قطع کردم و میبینم بیشتر از اینم اینجا ادامه بدم هم یه حرفی میزنم، من کارم به زندان کشیده میشه. همین که شما رو نمیخوام با عصبانیت خودم شما رو عصبانی کنم، این ویدیو لطفا نظرات خودتون رو به من بنویسید ببینم که شما نظرتون چیه. لطفا کانال من سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش هم روشن کن، ویدیو هم لایک و کامنت کن، آیدین اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا هم منو فالو کن. منم از نیازی باهاتون بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.